هستن که توی زندگی زناشویی که دارن میکنن، حداقل اینه که من خیلی ها رو میشناسم، اصلا خوشحال نیستن و به اجبار دارن با هم دیگه زندگی میکنن. و بعدش وقتی هم که بهشون میگی که خب شما که انقدر با هم دیگه جنگ میکنین، انقدر جدل دارین، انقدر مشکل دارین با هم دیگه، خب چرا دارین با هم دیگه زندگی میکنین؟ دو تا حرف میزنن اغلب این آدما. یکی این که میگن به خاطر مردم، به خاطر حرف مردم. حالا مثلا ما 10 سال، 15 سال، 20 سال زندگی کردیم، انقدر میشه سر صدا نکنی سحر؟ بعضی ها میگن که به خاطر بچه ها. من خودم به شخصه مطلقا اگر توی یک زندگی باشم، توی یک رابطه باشم که خوشحال نباشم و لذت نبرم، نه حرف مردم و نه به خاطر بچه نخواهم موند. شاید الان خیلیاتون به من بگین که خب به خاطر اینکه بچه نداری، ولی نه، بهش فکر کردم واقعا. و البته یه چیزی هم بهتون بگم، مدلای مشابهش برام پیش اومد. پرسو تو الان اینجایی، برای چی به من پیام میدی؟ خب مدلای مشابهش برام پیش اومده که خیلی سخت بوده و اگر کس دیگه جای من بوده قطعا اون تصمیم رو نمیگرفته. ولی من خودم به شخصه میتونم بگم که آدمی نیستم که به خاطر شخص دیگری بخوام سخت زندگی کنم و به خودم آسیب بزنم، عذاب بکشم، به اجبار زندگی کنم که مثلا مردم چی میگن؟ مردم بابا نشستن سر خونه زندگی خودشون دارن، تو خوبم زندگی کنی اونا حرف میزنن دیگه، چی برسه به این که اونا اصلا به تو فکر نمی کنن. اونا نشستن دارن تخمه میخورن، پفک میخورن، نشستن راجب تو هم یه صحبت کردن، تموم شدی رفت. اصلا آدما انقدی فکر نمیکنن راجب ماها. ما فکر میکنیم آدم خیلی برای دیگران مهم هستیم، والا به خدا اصلا ما برای دیگران مهم نیستیم. و حتی برای بچه هامون، حتی برای بچه هامون، دخترمون فردا بزرگ میشه میره ازدواج میکنه، پسرمون بزرگ میشه میره ازدواج میکنه، چرا من نیستم؟ ببین من نمیگم درسته یا غلط، یا شما اگه کردی کار خوبی کردی، یا شما اگه کردی وفادار بودی، نمیدونم نشان وفاداری و ایستادگی و مقاومت بهت بدن، یا اگه تو نکردی نشان بیوفایی رو بهت بدن. نه، به من اصلا مربوط نیست. زندگی هر شخصی به خودش مربوطه، در مورد خودم دارم میگم. ولی تفکر من اینه که ما به خاطر دیگری نباید زندگیمون رو به گند بکشیم و وایسیم. مثلا پسرم حالا شوهر کنه، پسرم حالا ازدواج کنه من جدا میشم، دخترم حالا شوهر کنه من جدا میشم. بعد که شوهر کرد، خب حالا جلوی خانواده شوهرش چی بگم؟ بگن مثلا مادرش جدا شده، بعد حالا بچه دار میشه بچه دختره، خب الان دیگه من مامان بزرگم چجوری جدا بشم؟ خب حالا مثلا سنش اول تا آخر مثلا 50 سالشه طرف ها. ولی همینجوری این ادامه پیدا میکنه و با نارضایتی این آدم مریض میشه، اعصابش، روان، کلیه درد میگیره. خب هر کدوم از این بیماری هایی که ما توی بدنمون هست نشان از یک بیماری عصبی دیگه. و برای من غیر قابل تحمل، غیر قابل درک، دقیقاً جمله کلمه درستی بود، غیر قابل درک، و من نمیتونم درک بکنم و نمیتونم بپذیرم که توی زندگی به خاطر دیگری خودم رو فدا بکنم و زندگیم رو به فلاکت بکشونم و در آخر بگن که آخه مثلا به خاطر بچه‌هاش هیچ زندگی نکرده ولی زن خوبی بود. اصلا همچین چیزی نیست، من نیستم. ولی شما به من بگو که شما هستی آیا یا نیستی آیا.